اساس کهنه، فرش کهنه، میز و صندلی، قفسه، آینه و شمدون، خوردریز خریداریم. آیا آقا بله خانوم. زرد میخری؟ قدیمیه. بله خانوم، هر چیز دیگه هم که قدیمی باشه میخری. چند خانوم؟ 5000 تومن. میگه خانوم، مگه میخوایی مردم آزاری کنی؟ صداش هم که خوب نیست. این صداش بده. تو زرد میشناسی؟ آخرش چند؟ آخرش 1000 تومن. نه تک تومن بالا، نه تک تومن پایین. خوب نگاه کن آقا، ضرب چوبیه بیترک صدای زنگ میده. برای طالبش 10 تومن ضربه. دیگه چی داری؟ یه تار خوبم دارم، سیم و پوست نداره اما قدیمیه. اگه کاسش سالم باشه و دستش با تنش یکی باشه 1000 تومن، اونم 1000 تومن. خیلی بی‌انصافیه. کد شلواری چه میدونه تار چیه؟ خانم جون اگه من برم بعدیه کمتر میخره. اونایی که جنس میفروشن همه میدونن. دو 2000 تومن آخرش. یه چیزی بذار روش، احتیاج دارم که میفروشم. یا خانوم 200 تومن گذاشتم روش. میگی چرا جیغ و داد را میندازی؟ جنازه مادرم رو زمین تو داری تار و دنبک میخری؟ من که دار و ندارم، همین یه مادر بود، جنازش رو زمینه. تار خریدم عین حلول. نمیشه یه روز کارتو ول کنی؟ باز شروع کردی؟ نق نزن بابا، کو تازو؟ تا متوفیات بیاد و داشت زر و زورش بکنه میشه زور. لج میکنی، میدونم فکرت کجه، عوضیه. کت شلوار، آینه شمدون، میز و صندلی خریداری. سه ماه بود ندیده بودمش. به چه بدبختی ما رو بزرگ کرد. اون وقت من یه دخترش نواز بالا سرش باشم؟ بسته دیگه، تا حالا چک و چونشم بستم. هم تو راحت شدی؟ همون داشت رضا که سه ماه پرستاریشو میکرد. زلیخا که نبود؟ به تو هم میگن مرد. بابات یوسف بود که این گاب سر قبرش صدا می کردی؟ مرافع را ننداز، تو رهنمای خاک بابات یه امروز رو تعدیل کن. صندلی سماور، تلویزیون نیمدار، ضبط صوت، رادیولوژی خریداری. تو واسه چی وایسادی؟ الان میام. باز بریم خونه مادرم. الان میام. صبر کن ببینم. مردی که عوضی. آنقی بیا بریم. آنقی تو حرفای خاک بابات بیا بریم. آنقی بیا بریم، تو حرفای خاک بابات بیا بریم. Thank you.
بابا این آمبولانس یه ساعت منتظره. خدا بیامرز دیروز اومده بود خونه ما، میگفت حالم خوب نیست، سنگینم، اگه طوری شدم این بسته رو بدین رضا بیا. گفت صرفه‌جویی کرده، جمع کرده، گفت رفتنیم، نذار رضا گریه کنه، برای چشش که مریض خوب نیست. خلاصه خیلی قصه چشاتو میخورد، اگه دوستش داری حرفشو گوش کن، گریه برای چشت خوب نیست. خدا رحمتش کن. چی نداره دست رو بلند کرده؟ وز میکنه، ماچ میکنه، میگه از تو بلنگو از تو کوچه داد بزن ماما، به من میگه اجاق کور، بچه رو میشینه رو کل قرمزی هندونه تو وانت، حالا داشتش و آبجیاش همه اجاق کوران، به خرچش نمیره که نمیره. بیا بیا باری کل قربونش برم من. اگه حال روزشو داشتم کاری باش میکردم که دیگه دستش رو تو بلند نشه. چشام دیگه نرو چاپخونه، تو که صفاتت خوبه، رئیسی مجله بشو، داستان منم توش بنویس، منم بگم اون چه گابیه. بانت بسمی کی؟ گفت جای بچه که بهم نمیدی بیا طلاعاتو با وانت بهم بده، وانت به اسم خودمه. هر شب تا یه فصل با مشت و لغت به جونم نیفته و همسایا نریزن، منو از منقار و پنجولاش بیرون نکشن، اون شب شب نمیشه. خدایا این دفعه طلاقمو بده. تقاضا دادی؟ دفعه سیامه. شماره فاتحه بخون. همه اومدن؟ همه آخر آقا رضاست، صلوات بفرستید. میای خونه؟ نه میرم خونم، رختم رو بنده، اما فردا پس فردا وقت کنم میام پیشت.
سلام آقا جلال هست؟ آقا جلال هست؟ آقا جلال هست؟ آقا آقا جلال هست؟ تعطینه تندینه. اسم من رضاست، اومدم آقا جلالو ببینم. تبل دد میکنه، زود میله. قدیمی هستی؟ آره خیلی. اتاق چهار دارم پر کرد، حساب یازدارم داشته من یه سری میرم بار میکنم اتاق میخواستم اینجا که جای دونه خورده نیست که الو بله نخه نیستن اینجا رفتم نمیدونم کجا رفتم عجب بیمیلهی دادم ایسا دولار میکنم آقا دولار بر خدمتون آره بابا آره تلفن خرابه جون تو پنکه کار نمی کنه گرمه دیگه پنکه با... ای من میگم پنکه این میگه چنکه کار نمی کنه دیگه چی؟ نه بابا نه بابا نه 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 نفرم نمیخوام آقا مسافر علاف نمیخوام، عملی نمیخوام، دست فروش نمیخوام، بنگی، هپی، چرتی، دودی، بمبی نمیخوام. اینا هم که فرستادی رفتن، دیگه از این نتیقه ها را نمیدن. جونه. چی؟ بیا نگاه جونه شما این مال خارج از همه با گراوات. یه مرد حسابی صبح به صبح نصفشون اتاق و جیب نصف بقیه چون رو زدن. آره. آره. اون که نه. آره. احمد آقا اومده، خودم باش حرف میزنم. یه هفته این بالا رو می‌بندم به رنگ و روغن بعد افتتاح تمیز مسافر بفرست دیگه لوله و میز آجر و صندلی رو نخوره جور و کنایشو تو دستشویی نندازه نره بندازه قاعده یه تر گربه که صبح لوله دستشویی با دینامیت هم وانشه صد تم ننداخته آواره قبارمو آواره میگم آواره میگه راچکا بود جونه آقا جونه برای احمد آقا پیغام دارم حالش خوبه؟ اتاقشه اتاق میخواستم اما یه جای خلوت دنجو راحت و خوشاب و هوا میخواد برو شمار خونه بره حالا نمیشه مال کجایی؟ تهرون مگه میشه تهرونی باشی یا کسی رو نشته باشی؟ میخوام چند شب بیرون بخوام واسط یک کاری ها که میکنم حالا چه کاری؟ اما میگم آشتی کنی بهتره اصلا به من چه؟ سجلته کارت کار هرچی که عکس داشته باشه دفترچه بسیار ای لجن بله بیا بیا اینجا مسافرخونه یعنی چی؟ مسافرخونه یعنی پلاستیک لوله آفتاب پارچ لیوان پله ساختمون تق پنکه همه چی پلاستیک غیر این مغز که مال تو فقط اونم پلاستیکه برا احمد آقا میبره برا چاپچی هستی مسئله سوادی اتاقا پره اما بیگردم عقبه یه مسافره یکی خالی به احمد آقا بگم اتاق کله هم مال احمد آقاست اما گفته یه همدم میخواد یه همدم چیز فهم سب کن الان میام بابا برق میگیرتت برو تو اتاق چرا دستو میکنی تو پیری این بچه دماغشو به دیوال نماله ای
این بچه ها رو جمع کنیم بابا. بیا بریم. امشب اتاق احمد آقا هست. احمد آقا مسته. قد بلند زا خوشگل. اما بهش نگی مسته که خیلی دلخور میشه. بابای همه این بچه هست. همه ما رو اون میگردونه. اگه خواستی بمونی دستوی هر طبقه یکی. همون نمره. خوبه سر همین خیابونه که به ما مربوط نیست. یعنی پولش. تخت باز خواهد جمع کنی. حق پخت باز نری. وسایل برقی هیچی. اجاره هفتگی جلو. جوراباتم نشسته نظری زیر تا. پشه سوسکم به دیوار نکشی. به منم میگن جمال. خوشت میاد. کیف میکنی ها؟ خوبه. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. خوش اومدی. ایزه هست؟ بفرمایی. خدا نکرده رفته ای داری کسی ها پوشیدی؟ مادرم بود. همین امروز صبح. مادر رحمته. چای وسط بریزم. گرمه. چیزی خورده ای؟ قربون شما. من برات میریزم. بفرما. ممنون. یه اسبا مال عینیه. بچه هست. اما یه گنده مرده. بعدن میبینیش. داری بلدم چیکار کنم. منظورم غشو یا چشم سرم گیش بیره. مزاحمت شدم احمد آقا. فقط این چراغو خاموش کن. صاف تو چشم الان خوب میشه. همیشه اینجوری نیست. چشامو میزنه. نکنه شام نخوردی؟ سرت از گشنگی چرخ برداشته؟ نه از چاپه. من چاپخونه کار میکردم. دو سه ماه برای چشام بیکارم. با مادرم زندگی میکردم. توی اتاق بعد اینجا سفیده تموم کرد. صبح دفنش کردیم و برگشتم خونه. خونه ای که دیشب مادر توش باشه و امشب نباشه نمیشه توش موند. زدم بیرون. کاری برام کن. دست و پا گیرت شدم.
چیه داشم؟ بگو. ساکم تو ساکم یه قطره هست، بریز تو چشم. قربون دستت، به قطره چکونش دست نزن. این زیر گذاشتمش. ندیدی که توش نداری؟ نه نه. فقط یکم زود باش. از تو جان بوده برادر کوچیکی هست، شاید هم بود لکش و رفیقش آورد داد به خدا بیا مرز مادرم، گفت خودش با کرده، زخمی بود، ما رو گذاشت وسط مفقودی و اسیری و شهیدی، نمیشه واسش گریه کرد، نمیشه نکرد. قامت کم آمو ما هستی، همیشه باشی. سر چهارراه مولوی بالا و پایینش، هر جاش تو قسمت، هر کی بپرسید تخم فروش، مرغ فروش، بذاتی، خصوصا کوپونی سیگاری، راست میانه تو پیش ما. این کار خواستی با هم میکنیم، این نونداش که داره با هم میخوریم. سلام محمودی، بغله تو راه روز بیارمش. بیا یکیش این دسته گل، ای توشون یه چیز دیگه است. چه؟ نمیخوای اسبات جمع کنی؟ چرا آمو؟ شما مسافرت بودی ما اینا رو زده، محمود پولمون رو نمیده، زوری میگیرم ازش، اما چون شما گفتی به ما بگین اومدم پیش شما. تو بچه چرا پولت دست او دادی؟ چی میگه؟ گفت دو شب دخل سیگار نده، مارک بینه روش، مارک نیره فروش، اومد پایی، حالا میگه مارک بگی. مو مارک برای چیمه؟ میدونم اگه تو دلار برم شما دعوا میکنی. برو بگو بیاد دور براس. بله همین اتاق بغلیه، داره چی بگه عربه رو آستری میکنه. برو صداش کو بیاد. چشم. بیا آقا محمود، احمد آقا کارت داره. صاحب کن الان میام. اومدم. سلام احمد آقا. چاکریم امری بود؟ چیه؟ چرا پولشو نمیدی؟ یه هفته است شیش تومنش پیش منه. بچه چه که شیش تومنش هم پیش تو باشه؟ گفتم شریک بزنیم تو مارک. دروغ میده. گفتم بزنیم تو مارک هرچی موند. دروغ میده. حرف نزن،
چیزی نبود که از دروغ میده. دروغ میده دیگه. پای بچه رو یه دفعه گفتم دیگه هم نمیگم. تو دلار رو حرفو وا نکنی. این بچه هم اونقدر بیکس نیستن که بارشون بکنی. مارک بی مارک. پس فردا میاد دفترچه های بسیجو 15 تاست بهش میدی. پولشم تو من. گفت پس فردا. بیا بری. چش. بیا. شب پیش بیش پول اتاقو داده بود شب 11 بازی دارم و دومشو گرفتم انداختمش تو خونه گفتم برو تو کارتون بخم تو کیف من یه دستمال بوده که زدنش میگیرم ازت بکش دست تو لب تر کنم این بچه ها قیمت میکنم این احمد آقای یه خروارات زده میگیرم ازش صدا تو بیار پایین تقصیر اون بود که وقتی میرفت گفت مواظب باشم و پول اتاق ازت نگیرم اون که آدم گمگوری نیست اون اتاق همیشه اتاقشه علاجان کشی نیستم یا خودم ازش میگیرم یا برمیگردم برای تو مسافرخونه نمیذارم اون دستمال اطواری همه یه زندگیمه بگرده احمد آقا اگه کپان تو جیب ما دیدی هرچی کپانه که میدین افغانی ها مگه سیگار چقدر داره سیگار بالا شهرش خوبه 90 تومنش 100 تومنه 10 تومنش انامه از عباس گرفتی؟ به همین زودی ناکس تهرانی شدی؟ بد کردم نذاشتم گنده تراتونه ببرن کر از قاطی افغانی ها بر عملگی؟ مگه نگفتی شب درس میخونیم؟ شما بعیده احمد آقا بریز بیرون معطل نکن اینجا کارت دارم میگفتن خیلی مردی بلاک و پول و طلای منو برگردون اون همه یه داراییمه
دیشب گفتم اون الله یادگاری مادرمه. احمد آقا این کیه؟ ازت میگیرم. بنده خدا چی میگی؟ سر و ته او کیسه 15 تومن نبود. دوایی که ما تو چشه دیختم قیمت نداشت. واسه کاکات گریه کردم. بگو چی شده که اینجور عقب ما میگشتی؟ صبح دیدم پول الله نیست. فقط تو دست کردی تو این ساک. بیایی برتر. جلوی بچه ها خوب نیست. صدا تو بیار پایین تر. برای خودت میگم. ای بچه ها. حالا بیا. بیا. احمد آقا حالیش کنی؟ بری سر کارتون. خودیه. کجام خودیه مرد حسابی؟ بست نشد؟ میگم کار ما بچه ها نه. دیشب برام یه چیز دیگه بودی. برفه بشه احمد آقا. نگران شامت بودم. چراغ که خاموش شد. برای مادرت، ککات، خودت، همه چی حال مرف. مروفت نداری؟ میگم ات کار ما نیامو. برد میگی؟ تون کنم 5 5 5 5 7 8 چلو چنده؟ 4 و 5 زار دیگه تاب کردن نداره. بده ببینم. بیست و پنج تومن. بفرما. تکی ور کن نیست. بچه میخوام. این بچه شده به آنه که با اون اسخات بریزه رو هم. جلو رو من خجالت نمیکشه. خیلی ممنون. برو بزن. سه ما بیشین تو سایه. بعدش هر کاری دلت خواست بکن. عقدی و سیغه. تو گفتی این سه ما جلو روم باش. بازم که شروع کردی به زرت و زورت زیادی. تو رو چه به این غلط ها. اندازه فهم و شعور فک و فامیلت حرف بزن. جیک جیک خانوم هندونه تا بفروش. تو اگه یه تریلی داشتی چی کار میکردی؟ همه زندگی شده یه ونت. هندونه آهای حرف خودتون رو بزنین. با من چی کار داری؟ من اگه بخوام نصف روزه 4 تا وارد اینجا براش جمع میکنم. تو چریف این نمیشی. از تریلی کوچیکتر نمیگه. این تریلی دلبند من خوراکش صبح به صبح یه وانت. مگه تو نمیگفتی بچه میخوای یا وانت؟ بچه واسد این وانته. تو بچه چه میدونی چیه؟ عقب آهنی. اونم که خوب جایی افتادی. تو هم که بابا دنیا اومدی دندون اولی که در وردی طلا بود. من با تو کاری ندارم. گفتم به من کاری نداشته باش. من تو پاسگاه تعهد دادم دعوا را نندازم. بابا بگو بره جای دیگه. با این سه ماه در روزتون کشتین منو. شماها کارخونتون تعطیله. من 11 تا بچه دارم. جفتتون هری. ولش کن با داشش اومد. تو به اونم باز تعهد بدی. از پاسگاه بدتره. گرگ تو خونه است و بره تو خیابون. فقط زورش به من میرسه. واسه این که کس و کار ندارم. از وقتی زنت شدم صورت منو کسی سالم ندیده. از این ورا داداش چطوری پهلوون؟ برو چادر سرت کن. احترام اون دعاشتو داشته باش. مگه بچه خواستن عیبه؟ مرد یعنی همین. تو خودت بهونه میگیری تا کار به اینجا برسه. با زمین و زمون دعوا داری. 100 دفعه بهت گفتم تو حقی نداری. هر کی نداره تو بس بدونی. اگه اولش گفتم خاکتم درست گفتم. تو کردی که اینجوری شد. اصلا گوره بابای بچه. هزار تا حرف مفتدی یکیشو جواب ندادم. ملاحظتو میکنم. تو خودت کارو به اینجا میرسونی. چطوری داداش؟
از این ورا اومدی پیشم بمونی؟ شب میخواستم پهلو شما باشم، اما میرم. بدبخت، اصلا میرم پیش داشم میمونم. برو پیش هر کی میخوای زندگی کار، من که دنبال این نفرستادم. میخوای زفت و رفتش کنی، اصلا به من چه مربوطه؟ از کجا معلوم بعد تو من زنش بشم؟ تازه اینم داره ملاحظتو میکنه. با کوتاه بیا بذار گمشه. ولشون بابا، ناخوشه. خوش اومدی. یه دقیقه وایسا. خیلی دلم هواتو کرده بود. هنوزم نمیخوای زن بگیری؟ سفیدی جوونی که رفت، نوبت خاکستری 40 سالگیه. بعد غروب 50 سالگی یواش یواش شب میشه تاریک. مگه میشه تو شب زنگره؟ تنوره و نون، زود بیاریش بیرون خمیره، دیر بیاری میسوزه. سر موقع تکیه بهش میدی؟ عصا هست. برای قلبت خوب نیست، کمکت کنم. طبقه سومه، یواش میریم. 2 روز آسانسور خرابه. نه برای زندگی کردن خوبه، نه برای مردن. اینجا رو از اون خدا بیامرز دارم، برادرم. یه اتاقه، اما برای من بس. تا سفره مال کفتراست. ایونه این همه سیمان و لوله و آهن. بچه ها و کفترا سخن صافی میکنه. چرا صافی؟ تو صاحب حرفی. جان تازه. تنهایی؟ چرا نمینیمسی؟ تنها نیستم. این همه پشترت مطلبه؟ آقا لبخند و بنان و کفترا و این همه سخن. خاطرات سیاسی. نه بنویس، همیشه دلت میخواست یکی دوتا رمان بنویسی. نوشین، کافه نادری، مرمر، یادت خیلی حرفشو میزدی این همه وقت. با قلبت چیکار کردی؟ رفتم دکتر برای قلبم. گفت باید عمل بشه، باتری میخواد. قیمت کردم 300,000 تومانه. برادر این سید علی آقای لبخند گفت دست دومشو چراغ برق سراغ داره، ارزون. صاحب یه مرده که قلبش با باتری بوده، وارثش اونو در ورده میخواد بفروشه. آمریکایی دست دوم بهتر از کره‌ای دست اوله. حالا اینجاست. نه اینکه قلبم این ساعته، نه، خود ساعته. کوارتزه. منم چشام تازگی وقتی درد میگیره هیچ جا رو نمیبینم. شقیقه ها میخواد بتره که تا که دواشو بریزم. به دکتر گفتم هی کوری تو راهه بگو حواسمو جمع کنم. برای همین دیگه کار نمیکنی؟ از برادرت خبری نشو؟ پلاکشو آوردن واسم، هم سنگرشون آورد. میخوای واسه خونساری بذارم؟ این ورشم مرضیه است.
اون ورش هم باز بنانه، اما بنان بنان خوبه، بنان خیلی خوبه. تو با خانم، خانم خانوما، مادرت حالش چطوره؟ این پیرامشی مال اونه، هنوز هفتش نشد. كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن كي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. سلام احمد آقا، خب آخرت باشه. شب رو حساب کردم، شد هفت. پیدا کردنش هم زیاد سخت نبود. بفرما. ممنون. اینم زیور خواهرمه، این احمد آقا رفیق تازه منه. خجالتمون دادی آقا جلال. این احمد آقا سرور ماست. سلام علیکم. سلام آقا جان. یه سرخواهر میمدی خونه مادریت. آخه دنبال کار طلاقم بودم، داره تموم میشه، خودت که میدونی. آنقی حالا افتاده تو کار لاندیور، میگه تا آخر سه ماه و ده روزت بیا تو اتوبان جلو رو خودم با وانت هندونه بفروش. بهش میگم آخه مرد حسابی، تو اتوبانای شمال شهر هندونه توش فایده است. شبا که میاد خونه خبر مرگش بود تریاک میده. صبح میدون رفتن داداش برام خیلی سخته، تو بلنگو هم نمیتونم داد بزنم. کاش اون روز مونده بودی، لااقل خیال کنی یکیو دارم. بذار خودش بره میدون، تو منو داری. ببخشید، یکی از بچه ها رو آقا رضا میدونه، سنش کمه اما قدش بلنده. تو بچه ها قدره، میفرستمش صبح صبح با شما یا بی شما میدون براتون بار بزنه. دستتون درد نکنه. اون رفیق داداش محمده. سلام آقا رضا. سلام آقا. سلام. غم آخرتون باشه. اسم من علیه، پلاک محمد و من از جبهه قبردم، دادم به مادرش، خدا بیامرزدش. یه دفعه بیشتر نمیپرسم پول و طلای آقا رضا پیش کیه؟ احمد آقا شما بعیده. یعنی من؟ شما که یه تیکه مردی. چرا؟ پس فردا برمیگردم، یه حرفام حالیم نی، هر کی بوده یکی عوضی رفته. دلشون پیداش میکنی پول و طلا، مخصوصا اون پلاکو بذاری رو میز.
کار اون نیست. احمد آقا، احمد آقا، یک کارم دارم، بیا بیا. میریم یه سر بی بچه ها بزنیم. تو چی کار براشون میکنی؟ همه اونا دست آقا عبدالله. یه جا هست که تو باید واسی، یه جا هم هست که باز دری. اما خدا نکنه جایی دوتا با هم عوض شه، دیگه تا آخر عمر بده کار خودتی. عقب اینم که چجوری کاسه ی عبدالله پشت رو بکنه. ببین سرت کلا نره احمد آقا. برای چی؟ مگه چی شده؟ اوضاع احوال داره بر میگرده. یه چند نفری رفتن دیدن آقا عبدو، از اون کونه کاران چنار، هیچکی نتونست از حرفاشون سر در بیاره. دست و آسین سر تو کلا حرف زدن. به چند تا بچه ها سپردم حواسشون جمع جمع باشه، به موقع خبرکشی کنن تو تکلیفو بدونی. حمال مفت که نیستیم، تازه زندونش از ما، فایدش مال اونا. نگفتی بچه ها امروز چه مرگشون بود؟ آخه شما پنجا چی کاره؟ احمد آقا جون بایستادین تماشا کردین؟ بابا حرف منو گوش کن، تو همش حواست پیش این بچه هاست. باشه خوبه، اما آقا عبدال میخواد بره تو کارهای دیگه. بوش میاد بالاتر داره میپره، لوازم یدکی سهم آرد خوبه، اما میوه و آرد و این خرت و پرتا رو سیب زمینی و گوجه رو میخواد تعطیل کنه. خسته نباشین. شما دیگه اینجا آتیش میچسبه. بازار سیگار امروزا بدک نیست. راستی کپون کرق قیمت به چنده؟ ای طرف خاتون پاشو برو ور. تو چی داری با او بگی؟ یالا کش کش نگاه میکنه، چپت میکنه. ما احمد آقا میبریم. او تقصیر توه، انقدر که گوشت به حرف بزرگترت نیست. چی آخه با اون بگی؟ کن خب بشین یه گوشه به کارت برس. تو که شطور داری به کوپون چی کار داری؟ الان هم اینه همیشه صاف میشینه رو روغم. کارگرا فرق نمی کنه، ایرانی یا افغانی، طرف ای بچه ها نیان. چشم اوور میوه گندیده، این همه حیوان خب پشه جمع میشه. بله چیزی که فراوونه پشه کش. این کارتون رو ایجوری وا میکنی؟ ایجوری هم میزنی؟ کم بده و افغانا این دفعه خیلی خوب از آب در اومده، این جنسه. احمد آقا هم داره میاد. سلام علیکم احمد آقا. مخلصیم، دیشب از ترکیه آمدم احمد آقا. لباس استودینگ نمیخوای؟ یخشم اطلسه، دو مادیه. نمیدونی چی شده احمد آقا.
یکیشون میمیره. کی کدا باشه؟ اونقدر بلنده. چی شده؟ اسیدی که رفته زیر پودرا ریخته رو بربریشون. اونم تا آخرشو خوردن. بربری با اسید. اونقدر بلنده یهو سر رفت. دو دفعه کفشو گرفتیم دیدیم نه. تا رسوندیمش بشیم دکتر کلینیک موتور سوزنده بود. زد بیا. زده یخه. ماما قوطی میشه واسه اول زمستون. میام پلو آقا عبدال. سهر خانم الحمدلله به مرحمت شما بد نیستم. نده داشت همی جوری نه ساغل گوشی گوشی بفرمایی خبر رو ازت میخرم پولش هم خوبه اگه درست بود پولش هلاله اگه نبود تو میدی نفت تو زمستون تو شهرستون این کره است اونم شمال نفت مال برفه بار خاور بزن با نیسان برو باز کن ورقه نیسان رو بده جای خاور مازادشو بزنم بار ها؟ نه بابا حواسم هست دفعه اول که نیست ها ها تو کارت نباشه راستی آجر و دونه ای نخر برو پیش آقا مهتی خودش ترتیبشو میده بگو یه زنگم بزنه بمون ها بگو گوشم بتونم بگو زده یخ آقا عمل اومده بفرمی گوشی بگو اصلا بگو چشم آقا عبدال الو او معامله هم جوش خورد 20 دستگاه با برق و آب و جاده آسفالت یه چسب کار خبرشو بهم بده نه یه کاری ندارم سه روز ازت خبری نی کجایی؟ چاکر آقا خدمت شما دروبر تو خلوت کن سیگار میگار و این خرتی پرتا رو میذاریم کنار داریم میریم تو لوازم یدکی بنز و تویوتا چاکر آقا یا آقا رضا خیلی مرده اما دلش تنگه با ما کار میکنه خلاف نمیکنه اما خلاف نکردنش مثل یه با قیمتیه فردا کارت دارم شما و عزت رسول اگه خواستی ای آقا رضا رن یه کار ثواب میکنی؟ یه دختره خیلی بی‌پناست همشهری مونه آشنا دست هر کسی هم نمیتونم بدمش جاش بده تو بیابونه یه خونه تو میشهر کرج قبولش کردن اوجا باشه ثواب داره جا به جاش کن آدرس هر دو جارم میگم بدم الله قشنگه میشه ببینمش همینجوری رسیده چشه دنبالشه فردا که اومدی همینجوری میدمش به تو بگو به این بچه ها بیشتر برسن تو آبشون یه قالب یخ بندازن الو جانم چمدون چیه دو مالت رو انداختی؟ به تو چه؟ مگه میخوای شب اونجا بمونی؟ آره عربا آقا شب اونجا میمونم مگه خوابشو ببینی؟ ای تهرونته؟ ای خونه آب و برق دارته؟ من تیکه اگه میخواستم اینجوری بشه دیگه تو نبره چی بخوام؟ کی بارت کرد آور تهرون تو جنگی ما؟ کی برات کار درست کرد ما؟ بچه مدون رو بذار بمونه؟ اینو کجا میبری؟ مرتیکه میگه بندری برس هیچ کجا میری؟ بمون چی بخوای میکنم هر کاری بگی میکنم اینجوری گفتم میذارم درس بخونی؟ بچه مدونو بذار ایجا بمونه اساسیه بردار بیار غلط کن میزنم تو دهنتا غلط میکنی غلط خودت میکنی
ریزان هم دکا دمیت خارد میکنم ها. چی توش قایم کردی ها؟ چی داری که ما یعنی ما دوزم؟ بله دوزم دوز هیکلت جد آبادته بزنم دندونات شما را آقا عبدال فرستاده؟ آره کوی بخچم نمیذارم یه جوری بری باید بمونی باید بمونی نمیمونم بکشیم هم نمیمونم بچه مدونو بذار بمونی نمیمونم برات خونه گرفتم دو اتاقه خونه با زنگ اخبار سر کوشش هم تلفن داره واسد یه عبا دادم سفارش عبا رو بده به اونی که بندره میرخصه جا میرین زن بگه جنگ هر برات آخه ما بیکارم باشی رو آدم و باسه میپرسیدی میخوایی چه قلطه بکنی نمیذارم آخه منم فقط تو ندارم خیالت رسیده گذاشتم چمدون رو برداری بری ولت نمی کنم دست از سرت بر نمی دارم کفش نابرات می خرم لباس نابرات می خرم بایسا بایسا می دونی منو کجا می بری؟ به این آدرس اما تا حالا نرفت آقا عبدالو خوب می شناسی؟ نه یه دفعه دیدمش برو آقا برو آقا مگه بابات نمیاد برو آقا منو ببرد دسته نجات بده یا پایی برو میخوایی دری باز ششت به یه مرد خورد میدونی باید کجا بری کی اینی هیشکی مانی کی هم بیونو آتیش آورده بیرون کی آورده تهران رو با آقا عبدالاشنا کرد مرسی که برای که یه وانه داشته کن آورده تهران هر غلطی میگه هر گوه میخوره ما باید بزن چند این دفعه یه بعدشن باش بریزی رو هم جواب تو فهمه به سیخت میکشه آقا برو شلالت میکنه حسابت میرسه چیت بود؟ بابات که نبود؟ نه آدم خوبی ناچاریه من وسط عراقی ها کشید بیرون اینجایی که میخوام ببرمت میشناسی؟ نه من اونجا نمیرم برادری کن منو بذار یه جای امن اسمت چیه؟ فاطمه
دل خیزم شیش یاد در فتح باران ریزم بر روحی موجنگی در شب هنگی شاهی ما برای مجاز ای که بارم میگیرم یادت در من جان میگیرم هیچ جوری نشو به دختر تنها اتاق نمیدن. ببینم شناسنامه داری؟ بله. میخواستم ببرمت پیش احمد، بدم دست احمد. مرد نبود اما میبرمت خونه آقا جلال. آقا جلال اوستای منو بزرگتر منه، از همین چی بریده است. میذارمت اونجا و خودم برمیگردم سراغ احمد. صبح یه فکری برات میکنم. اگه نیمدی برم. میام. دوایی چشم ندارم، باید بگیرم. چشم درد میکنه، باید توش دوا بریزم. یهو جایی رو نمیبینم. سلام، مهمون نمیخوای؟ چه وقتی، حالم خوب نیست، بیاین تو. میخوای دکتر خبر کنم؟ کار از دوا و این حرفا گذشته. این چه حرفی؟ بیا بشین. زنگ گرفتی؟ نه، پرود باشی تا فردا. میخوای براتون آش بپزم آقا؟ چایی بذارم؟ تا حالا زن تو این خونه نیومده بود. دون به کفترا بده خانم. ممنون رضا، بالاخره صدایی زن تو این خونه اومد. جانم. سلام. سلام احمد آقا. آره جونم هستم، بفرما. آروم حیوان. چی خورده حیوان؟ نکنه داره جون میکنه. نه احمد آقا نمیذارم، اگه معلوم بشه چی خورده میشه کارش کرد. حسن میگه کاغذ خورده، ولی کاغذ که از اون نمیخوابونه. بیان اینجا چراغا، بگی تو دهنش. ما میدونم احمد آقا چی خورده، یه سر زدیه خورده، هفت سر زدیه خورده بودم. تو خودت دیده؟ بله، گذاشته بودم این بغل که از اوش درست کنم، یکی از اونها رو خورده. الان سلطش خالیه، اوجاست، خیال کرد آبه. آه، دندون کلید کرده. چیکار کنیم احمد آقا؟ لادن روشم سبز کرده. برو سبتو بردو بیار. اگه پایین بزنه دیگه نمیشه کاری کرد. بابا یکی راستشو بگه، به این حیوان زبون بسته چی دادی؟ نه شکمش صدا میکنه، نه نفس داره. ربع ساعت دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه. یکی میگه
زده یخ خورده، اون یکی میگه کاغذ خورده. بیار اینجا چراغا بگیرش ببینم. بابا خدا رو خوش نمیاد آخه. چی شده؟ گرفتاری داری؟ ما چه نفهمیدیم یه های حیوان زمان بسته سرشو بگیرید بالاتر. کمونو کارش تمومه، بریزه تو حلقش. همش تقصیر شما هاست. صبح تا شب حیوان آروم نمیذارید. صد دفعه گفتم کاری به این حیوانا نداشته باشین. هرچی دستتون بیاد بدین به حیوان. زبون درازی نکن بچه. خودم دیدم کارتون سیگار بهش میدادین. آقای دکتر تلفن زده که زدیش. بفرما داره سقط میشه. صد دفعه گفتم جلوی این حیوانا رو بگیرین. بابا مگه اسب به اون نازک رفتم عقب نصفخونه نبوده. زدیش. آره. وقتی بهم گفت ولت نجاتم بده. یاد تو افتادم و این بچه ها داره خودشم بیچاره بود، انداختمش بیرون. بیار اینجا چراغو بگی تو دهنه. اسمش فاطمه است، بردمش خونه یه رفیق قدیمی. مریضه اما امنه. حتما یه چیزایی برای تو عزیزه که واسه منم عزیزه. آقا عبدالله اگر پیدات کنه کارت سخت میشه، اما حالا که اینجوریه مونه بذارم. خیالم یوری دیگه است. بیار اینجا چراغ. نمیدونم چرا ساکتی. بابا یکی راستشو بگه. این حیوان زبون بسته. این دختره دختر خوبیه. جمعش صدا میکنه، نه نفس داره. رب ساعت دیگه چی. این آقا عبدالله شما زیادی زنده است. حتم دارم علای من گردنش بود. لکه جبهه داشت من کنار اون بود. چشاتو واکنی خیلی چیزا دورو برد. Thank you.
صوبی گفت باطرش داره هر کار میافته. من نفهمیدم چی میگه. چیته؟ سلام محمود آقا. سلام. این دفتر چه ها؟ نصف دیگه شب فردا میارم. خب پولم بده. پول فقط مارک دارم، یه خوردم دلار. ما مارک خارجی نمیخوام. احمد آقا گفته تو ارز یافته. پول پول دیگه، به ارز چی کار داره؟ بفروش میشه پول. نصفش تقلبیه، دستگاه میخواد بکش روش بگه پوله یا نه. این پولا به درد ما نمیخوره. رو همه کارهای تو هم که باید دستگاه کشی، رو خودت هم دستگاه کشی. بچه پول رو میزنی؟ به احمد آقا میگم، به احمد آقا میگم منو زدی. بهش گفتم طلا پول رفیقش تو زدی. سعیدم دیده دست با چارخونه هر آخ چرا میزنی؟ احمد آقا سماور اونم استکان چای خوشک. یادت نره سماور از برق وقت خواب بکش، اونم رخت خواب. من میرم شه احمد، پول میخوای؟ دیشب پیش آقا جلال خدا بیامرزتش امشب اینجا، اما اینجا مثل خونه خودمه. از اینجام مادرم رفت. کاش منو یه شب اونجا نمیذاشتی.
چه آدمایی میمیرن، چه آدمایی مثل اونی که هم ماشین انداختیش بیرون زنده میمونن. میخوای دوای چشتو بریزم؟ من اونجا آباجیت نجابت هم اگه نبود اینجا نبودم. رو رخت خواب اون نشستی؟ میرم سراغ آقا عبدال، یا زنگی زنگ یا رومی روم. نمیدونم چجوری تا حالا طاقت آوردی. فردای سرش میکنم، تو این کار تا آخرش میام. اما یه کاری دارم خواهرم، شوهر خواهرم، میخوام خواهرمو بیارم پیش فاطمه. باید میام. چی شد آمو؟ این محمود که بهش گفتم میگم دوستی تو مرگ داد، گفتم یه تقلبیه دنبالم کرد، گفتم تو فاضلاب تو گاه. به شما هم بد گفت، گفت آقا عبدال گفته. ببخشید احمد آقا مرخصه، یعنی شما گریه نکن. گفتم ات گریه نکن. بسه، برو تا فردا، همون بسه است، لوله آب بگیر رود.
میترسم، دیگه مثل قدیمش نیست، اونقدر بنیه نداره، میخواد که تنها بره. هرچی رخت و چرک بوده فاطمه شسته. دیدی داداش؟ دیدم بیکارم رختا رو شستم. این دوتا اتاق خیلی تمیز بود، ما فقط خاکاشو گرفتم. پیش ما بمون فاطمه، تا هر وقت که میخوای. رضا گفت که چی شده، خدا ازشون نگذره. شما جنگو فهمیدین؟ همه فهمیدین.
خوبش کردی داداش. مگه میشه زن از بچه بدش بیاد؟ اما من بدم میاد. هر وقت بچه میدیدم یاد کبودی ها میافتادم. از وقتی دکتر گفت بچت نمیشه صورت سالم نداشتم. هم درد بچه نداشتن، هم درد کتک خوردن بچه نداشتن. یه همه بچه اشهرم و مال شما. کیان آقا عبدال؟ بچه ها بله میدونم باید چی کار کنیم. بله احمد آقا. باز شما خوب نیه احمد آقا. این الله مادر منه. الله مادر تو؟ تو گردن ما چه میکنه؟ مال همه تو گردن شماست. ولش کن دست اونه. میدونی رفیق خیلی مردت او دختر بدبخته برای خودش قرزده؟ اگه بدونین که خیلی بده. آره خیلی بده. نمیدونستم میونه این همه بخور بخور و کار کمت نی؟ خواهی کلاتو بذار بالاتر. یو سلام ازت سر رفت. دور خودت یه موش اسکل جمع کردی. ای کیه مرده؟ ای کیه جنگ زده است؟ ای کیه؟ جوابشو چجوری میدی؟ کپوناتم منو یه آقا رضا ریختیم سر مردم. تو ریختی؟ آره من ریختم. اینه. بله احمد آقا. بریم. بریم کنار. چیه؟ باز چی هم چی میکنی؟ چی میخوای؟ بریم کنار. چیه؟ چی شده؟ بریم کنار. چیه؟
برین کنار. بچه ها که هستن شما بفرمایید بشینید. گوشگاه عبدال، ما اینقدر ساده نیستم که بگم اگه این جنس ها اینجا جمعن کارتونه، یا اگه شهر ما رفت تو هوا گردنتونه. تو بابا خیلی بدبختر از یه حرفایی. یا آقا رضا خیلی حرف حالیم کرد تا آقامه از تو آتیش اینگو بردی بیرون، اما داری بیگاری شمو میگیری. تو هر جا باشی همینطوری هستی، تو خیلی بی کسی. واسه این که تو هر جا که باشی اونجا رو با آتش میکشی. بچه ها را تو مندازی تو فاضل عباس دلار زد یخو، تو میدی با او هست، تو خیلی کارا میکنی که جوابش بامونه. I don't know.